سارا محمد، چقدر افتخار بزرگیه که اینجا هستی با ما. همین چند روز پیش یک جلسه داشتیم در پارلمان سوئد علیه قتل ناموسی و در دفاع از فدیما پلا. لطفا بهمون بگین این جلسه توی پارلمان برای چی بود؟ این جلسه در پارلمان سوئد در بر علیه خشونت ناموس پرستی، بر علیه ازدواج اجباری، بر علیه ازدواج بچه ها، بر علیه قتل های ناموسی، بر علیه کلچرالاتویسم، نسبیت فرهنگی، بر علیه سیاست مداران سوئد که چلنج نمی کنن در مقابل اسلام سیاسی، در مقابل گروپ های مذهبی و تردیشن فرهنگی که یه بخشی از این فرهنگ، از این قوانین شریعه که با خود حقوق بچه با کروکا میکند، تناقض داره با حقوق کودک، که با حقوق کودک تناقض داره، با حقوق زن تناقض داره، با حقوق بشر تناقض داره. بعد خب یکی از کیسای اصلی که شما مطرح میکنین، یعنی سازمان شما مطرح میکنه، همین فدیما شاهیندله. دقیقا چه اتفاقی افتاد به فدیمه؟ فدیمه شاهیندال یه دختری بود 26 سالش بود که به دست پدر خودش در شهر اوپسالا در سوئد به قتل رسوند، به خاطر اینکه خودش میخواد این زندگی بکند که خودش دوست داره. خودش میخواست که ازدواج بکنه به آرزوی خودش، ولی به قتل رسونه. ولی فدیمه قبل از اینکه پدرش به قتل برسونه صدای بزرگی بود در جامعه سوئد، در میدیا مطرح کرد، تو خود پارلمان حرف زد. من خودم فدیمه رو یه بار دیدم و قرار بود که بیه سخنرانی بکند، ولی نرسید که این کارو بکند. بعد از اون که فدیمه به قتل رسوندن، ما از این 16 ساله که ما یاد فدیمه رو گرامی میگذاریم و هر سال روزای فدیمه داریم در چندین شهر مختلفی سوئد در عرض یه ماه هر سال، و هر سال زیادتر و زیادتر ارگانیزاسیون‌های مختلفی که در رابطه با حقوق بشر و حقوق زن، برابری کار میکنن که با روزای فدیمه نتورک پیوست میشن، و امسال شدیم 146 ارگانیزاسیون تو خود سوئد. بعد هر سال یه گالای داریم، هر سال یه اینترنشنال کنفرانسی داریم که خود شما این دومین بارتونه که ما دعوتتون کردیم. خیلی افتخار میکنیم و خیلی خوشحال شدیم که شما تونستی و صدای انسان دوستانه خودتون، صدای پروگرسیوای خودتون، صدای ستارک، صدای بلند شما بر علیه تبعیض، بر علیه خشونت ناموس پرستی، بر علیه اسلام سیاسی برسونی به گوش سیاستمداران و کسای مختلفی در کشورهای در شهرهای مختلفی که موجود بودن این روز. و جدا از این، روز دیگه هم داریم که گل میگذاریم تو پیش سر قبر فادیمه تو اوپسالا، تو همون جایی که به قتل رسوندن، و اکتیویتی های مختلفی، ایژوکیشن دی داریم، پانل سامتال داریم، لکچر داریم، مینه سرمونی داریم، اکتیویتی های مختلفی تو تمام سوئد برگزار میکنیم. چیزی که برای من جالبه اینه که چقدر توجه جامعه به این برنامه که دارین سازمان میدین زیاده، توجه زیاده. مثلا تو کنفرانستون همه نمایندای احزاب سیاسی اومده بودن که توضیح بدن نظرشون روی مسئله قتل ناموسی چیه. یعنی خب این نشون میده که خیلی تاثیرات وسیعی داشته کار شما. چطور شده که، یعنی خیلی خب کار زیاد شده، ولی تجربیاتتون چیه که به اینجا رسیدین؟
به نظر من اونی که ما به اینجا رسیدیم اینه که ما مثل تشکل فقط که پرستمال بده به زنا دخترا فقط مددکاری بکنه اینو نکردیم. ما تشکلی هستیم که میخوایم که بحث و جدال با اون استرکتوری که هستش که اینو پرودوسیرا میکند، پرودکشن میکند، تولید میکند. ما تشکلی هستیم که میخوایم که میکانیسمای پشت سر خشونت ناموس پرستی رو بزنیم. ما تشکلی هستیم میخوایم که بر علیه گروپ های مذهبی، بر علیه گروپ های ترادیشنال که بر علیه حقوق زن و بچه کار میکنن، بر علیه اونا سال هاست ما جدل میکنیم، اکتیویتات ها برگزار میکنیم و انتقاد از سیاست مدارای سوئد میکنیم. خود تشکل ما از 2001 تشکیل شد، ولی سال یعنی هر سال بزرگتر و بزرگتر شدیم که حالا تقریبا 3000 نفر پی منبر داریم تو تمام سوئد، عروس داریم تو خود سوئد و 3 پایه داریم. یه پایشو پروتکشن هاوس هستش، پروتکشن سنتر هستش که وکلا داریم که میان که کمک میکنن و روشکار اجتماعی داریم، روشکار نفسی داریم که کمک میکنن و خود ما که تجارب خودمون هم تجارب داریم که کمک این زن و مرد و بچه ها که میان تقاضای کمک میکنن از ما. این یه پایشه. یه پای دیگه خود ایژوکیشن، آموزش، به خاطر اینکه ما روشنگری یعنی اکتیویتی های روشنگری مثل لکچر و پانل دیبیت اینا میدیم که جلوگیری بکنیم از خشونت ناموس پرستی. یه پای دیگه هم هستش، این کارهای حرکت اجتماعی در جامعه سوئد که فدیمه دیز، روزای فدیمه یه بخشی از این حرکت های اجتماعی هستش و همکاری با تشکل های مختلفی در سوئد. و اینی که ما از اینی که پول بهمون نمیدن نترسیدیم، ما از اینی که انتقاد میگیرن از ما مثل اسلاموفوبیا، مثل رایسیست نترسیدیم. ما چون ما خودمون مطمئن هستیم به اون والیوسی که داریم، خودمون از حقوق بشر سرچشمه میگیرد، از حقوق انسان سرچشمه میگیرد، از حقوق بچه سرچشمه میگیرد، بر علیه راسیسم و در همین حال بر علیه اسلامیسم هم تو جامعه سوئد نترسیدیم، چون میدونیم که اونی که ما میخوایم اینه که حقوق بشر رعایت بشه، حقوق بچه رعایت بشه. به خاطر این هر چندی که هر انتقادی که از ما گرفته شده که ما اسلاموفوبیا هستیم و اینا، گوش نکردیم و کارمون کردیم و این رسپکت واقعا احترام به وجود میاره. آره احترام به وجود آورده که این سال 2018 خود رئیس وزرای سوئد استفان لوون ما رو دعوت کرد پیش خودش، یه ساعت وقت به ما داد و ما جدل داشتیم باش سر این مشکلاتی که باش کار میکنیم و اینا. خودت میدونی که اون سالی که خودت شرکت کردی اون هم یکی از سخنرانان بود که تو گالای فدیمه که شرکت کردن. تمام وزرای سوئد اونایی که در این عرصه کار میکنن اومدن و ملاقات تشکلی ما کردن و ما همیشه وقتی کمیان هم به خود وزیر سوئد، به خود نخست وزیر سوئد گفتم که اونی که ما شما رو ملاقات میکنیم این برای من مهم نیست، راستش این مهمه که چقدر شما با حرفای
کارهای فعالیت هایی که ما میکنیم به خاطر دفاع از حقوق بچه و زن چقدر گوش میکنه، چقدر پرکتیک میکنه، این برای من مهمه. نه اینی که ما عکس بر شما میگیریم، نه اینی که ما پیش شما جلسه خواهم داشت یا جلسه داریم و اینا. خیلی اوپن آنس اند خیلی باز و خیلی رک، یا خیلی رک ما لینه خودمون پیش میبریم، خطتون رو پیش میبریم. دقیقا، توی خود کنفرانس هم خیلی جالبه چون وزرا که حرف میزنن شما رک میایین، دقیقا میگین مشکلشون چیه و چی لازمه انجام بدن و چرا همیان قول میدن و کار نمیکنن. و اتفاقا تیتر کانفرانستون این بود که عمل نه فقط حرف. دقیقا همینجور. الان مثلا چی میخواییم که از دولت سوئد که قتل ناموسی بشه مثلا باش یه جوری از بینش برد؟ ما 10 پیشنهاد نوشتیم که این پیشنهادا یکیشون مثلا اینه که این جرم ناموسی باید تو خود قوانین سوئد جا بیفته که اگه کسی جرم ناموس پرست ناموسی قتل ناموسی یا جرم ناموسی بکند باید اوتریدنگ نمیدونم دستگی نه مثلا جزء قوانین جناییش باشه. دقیقا جزء این باشه. یه بخشی دیگه که یعنی زیاد از قوانین سوئد هستش که باید چشم‌اندازی باش بشه و جدا از این، از این مهمتر هم اینه که ایمپلمنتیره بکنند که اینو عملش کنن در کار روزانه. ایژوکیشن خیلی مهمه، یعنی آموزش خیلی مهمه. اونی که اون بچه هایی که فرستادن کشورهای مختلفی اونا رو برگردونن تو سوئد، یکی دیگه از پیشنهادهای ما هستش که پول ندن با ارگانیزاسیون‌های اسلامی که بر علیه اینی که ما میکنیم بر علیه این حرکت میکنن، در حالی که اونا به میلیون کرون میگیرن هر سال. مدارس مذهبی باید بنده بشود چون بسته بشود چون بچه رو بعضی بچه رو میشورن به یه مذهبی، نه اینی که معلومات اینفورمیشن از در رابطه با مذاهب بچه ها بدن. یکی دیگه که ممنوعیت حجاب بچه ها که باید ممنوع بشود حجاب بچه ها که امروز هم یه بحثی بود تو پانل و اینا که حرف زدیم سر این. یعنی چند تا از پیشنهاد دادیم با سیاست مداران سوئد و به خاطر اینکه اینو عمل بکنن. آخرین سوال اینه که خب هنوز به هر حال یه تغییراتی به وجود اومده به خاطر فعالیت های شما، همین که الان میان در رابطه با این مسئله حرف میزنن. یکی به هم گفته بود توی جلسه که من هیچ وقت نشنیدم توی پارلمان سوئد این حرفا زده بشه، این خودش خیلی مهمه، فکر نمی کنین؟ آره، مخصوص از سه سال قبل حالا احساس میکنیم که سیاست مدارای زیادتری میخوان که گوش بکنن ما چی میگیم، چی داریم میگیم. دامودزگاه دولتی سوئد ما رو زیادتر دعوت میکنن و خود جامعه سوئد هم چشمشون زیادتر باز کردن که مشکلات اسلام سیاسی یا اسلامیسم رو زیادتر جدیتر بگیرن. این تغییر رو میبینیم ولی هنوز احساس میکنم که حرکت‌های اسلامی، حرکت‌های گروه‌های مختلفی که به اسم سیاست ایدنتیتی پولیتیک هویت تلاشی اینقدر پای خودشون گذاشتن تو جامعه که طول میکشه تا این تماما که استاپ بشه. خیلی ممنون. مرسی. موفق باشی.